برد شما را به هواپیمای ایرباس 300-600 ایران ایر خوش آمد از دیدمایی بود. شماره پرواز 719 و مقصد ما استانبول می باشد. طبق آمار رصدخانه مهاجرت ایران در سال 2020 جمعیت مهاجران ایرانی در ترکیه نسبت به سال 1990 حدود 4 برابر شده بود و میزان مهاجرت در 4 سال گذشته هم 3 برابر رشد داشته است. تعداد جمعیت مهاجران با تابعیت ایرانی در ترکیه بر اساس سال اخذ اقامت در سال 2019 نسبت به سال 2018 2 برابر رشد داشته و در سال 2018 نیز نسبت به سال پیش از آن 2 برابر افزایش پیدا کرده است. این یعنی افزایش استقبال ایرانیان از زندگی در ترکیه. مهاجرت هم واقعیتش یه داستان خیلی طولانی داره، چون به خاطر کاری که دارم میکنم همیشه فکر میکردم که میتونم توی یه کشور دیگه موفق تر باشم و این صحبت های دیگران هم خیلی تأثیر داشت که همه میگفتن که بری یه جای دیگه شاید بهتر باشه برات و این سالها تو ذهنم بود. واقعیتش امتحان نه، خواستم برم، تصمیم گرفتم برم شاید ترکیه، بعدش هم یه جای دیگه. من داشتم سفر میرفتم و توی سفر هم سرمو دیدم که اونجا زندگی میکرد، ولی قصد موندن نداشتیم تا اینکه بیشتر فکر کردیم و تصمیم گرفتیم که ازمیر با همه جای ترکیه فرق بکنه. از نظر من، برای من این حس رو داشت، خیلی حس گرم تری، خیلی بیشتر حس خونه به من میداد. درسته غربته، یعنی هر چقدر نزدیک ولی تهش غربت محسوب میشه، ولی من دوستش داشتم. خب ترکیه یک ویزا نمیخواد، دو شما حتی یه اقامت هم نگیرید. هر 3 ماه یک بار کسانی هستن که سالها دارن تو ترکیه کار میکنن، 3 ماه میره اونجا کار میکنه، 1 روز خروج میزنه، دوباره میره کارش رو ادامه میده و فرصت های زیرساخت ها و فرصت های شغلی خیلی عالی توی ترکیه برای ایرانی ها وجود داره. و از اونجا که ما یه جمعیت قابل قبول آذری زبون داریم که وجه اشتراک خیلی عمیق با ترکیه دارن، خب قاعدتا بهترین کشور ها تو کشورهای همسایه مخصوصا نسبت به کشورهای عربی کشور ترکیه میبینن. حالا تو کشورهای ترک زبان ما آذربایجان هم داریم، ولی آذربایجان هیچ وقت فرصت هایی مثل ترکیه رو برای ایرانی فراهم و تأثیر نکرده. خوب بود، تا یعنی میتونست خیلی بهتر باشه که این برنامه کرونا به وجود اومد، واقعا خیلی تأثیر گذاشت تو قضیه و مجبور شدیم یه 3-4 ماه آخر رو تقریبا خونه بشینیم. من خب اولین فرصتی که پیش اومد من سعی کردم که بیام ایران و بعد اومدم. با توجه به وضعیت اقتصادی ترکیه، نگرانی ها درباره تکرار تجربه ایرانیان مقیم گرجستان افزایش پیدا کرده است. طی چند سال اخیر امکان بازگشت ایرانیان مقیم گرجستان به این کشور مسدود شد. ایرانیانی که با داشتن پاسپورت و کارت اقامت پشت مرزها ماندند و دوباره نتوانستند به گرجستان برگردند. حالا پرسش این است که وضعیت اقتصادی فعلی ترکیه برای مهاجران ایرانی نگران کننده است؟ با توجه به اینکه این کشور در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته است، آیا سرمایه‌های وارد شده به این کشور در معرض خطر قرار دارد؟ و پرسش مهم‌تر این که آیا تجربه گرجستان برای ایرانیان ترکیه تکرار می شود؟ این که آیا ترکیه تبدیل به گرجستان دوم بشود، این FATF چه تأثیری دارد یا نه؟ من به نظرم بیشتر خود ریسک ایرانیا هستش که همراه خودشون همه جای این ریسک رو می برن. ببینید، بالاخره وقتی که کشور ما تحریمه، وقتی شما با پاسپورت ایرانی یه سری مشکلاتی داری، این ریسک همواره با شما حرکت میکنه. اولا ورود ترکیه به لیست خاکستری خیلی چیز منفیه، یعنی برخلاف البته تو ترکیه هیچ کسی اینو توجیه نمیکنه. من به نظرم میشه ترکیه خیلی در طولانی مدت تو این لیست باقی بمونه، سعی خواهد کرد اینو حل بکنه. نکته دوم، خب جذابه برای ترکیه که پولای کشور همسایه رو بتونه جذب بکنه. خب خیلی از این منشأ پولا میتونه جای بحث باشه، به خاطر همین میخواد یه جوری این رو رفع رجوع بکنه. و آیا ترکیه برای سرمایه گذاران چه ایرانی غیر ایرانی میتونه چیزی مثل گرجستان بشه؟ من فکر نمی کنم، حداقل
در کوتاه میاد و میان مدت و بلند. چرا؟ اگه به دید این نگاه میکنی که ای خدا ما رفتیم سرمایه گذاری کردیم ارزش این ملکمون اومد، نه، چون ما دیگه در اقتصاد اینو میدونیم عدم تعادل در یک بازار به مرور در بازارهای دیگه جبران میشه. یعنی چی؟ وقتی لیر کاهش پیدا میکنه ناخودآگاه تورم از اون ور تو همه املاک، مستغلات، بازارهای مالی اینو جبران میکنه. پس اگر کسی رفته بوده که اونجا زندگی بکنه، اگر کسی رفته بوده اونجا یه خونه ای بخره، فارغ از این که حالا هست نیست، این به مرور خودشو مچ میکنه با اقتصاد ترکیه. بس این یک نکته. ولی اگه دیدگاهش این بوده بریم سرمایه گذاری بکنیم، سود بکنیم، خب این کنتر خواهد شد، چون چشمنداز دیگه اون مثبتی قبل رو نداره. یه جورایی میتونم بگم مثل اتفاقی که برای حوزه ریل استیت یا املاک مستقل تو دبی افتاد که سالها توی رکود بود، میتونی در ترکیه هم باشه چون حجم ساخت و ساز خیلی زیاده. ولی این که خیلی این ریسک اضافه تر خواهد شد، خب من پیشگو نیستم، ولی برمیگرده به یه سری مؤلفه‌های سیاسی مثل عرض کردم خدمتون گذار تا انتخابات، که آیا این یک مسیر آرومی رو طی می‌کنه یا یه مسیر پرچالشی، ناخودآگاه تاثیرگذار خواهد. نکته دوم، من می‌بینم بعضی وقتا تو شبکه‌های اجتماعی هست که خب الان به خاطر اینکه لیر سقوط کرده پایین اومده، نه ایرانی ها، خیلی از کشورهای اطراف مسافرت میرن ترکیه که لباس و کفش و خیلی کالاهای دیگر رو بخرن. و در ترکیه این دیدگاه ایجاد شده که آقا شما از این فرصت چرا دارید استفاده نمی کنید؟ جالبه در ترکیه هم یه دو قطبی از یاد میگه خب ما همین رو داریم تولید میکنیم که اتفاقا بفروشیم، چون لیر اومده پایین ما باید این توسعه صادراتمون انجام بدیم. نباید شما با دیده بدی نگاه بکنید به کسایی که میان این کالاها رو میخرن. بالاخره ما دنبال همین تقاضاه بودیم تا بتونیم صادراتمون رو بیشتر. این که مثل گرجستان بشه، نه، گرجستان و فضای سی‌آی‌اس با اون فرهنگی گفتم تو ترکیه وجود داشته برای پذیرش که کمی با هم متفاوته. این نکته اول. نکته دوم، در گرجستان شما به رتبه های تریپل بی یا ستا بی رسیده بودی، ولی انقدر حجم سرمایه گذاری داشت بالا میره. ببینید ما یه چیزی داریم تحت عنوان کپاسیتی یا ظرفیت پذیرش جذب سرمایه. اقتصاد گرجستان تا یه جایی امکان جذب داشت، این امکان جذب باید با رشد اقتصادی توأم بشه. خب نشد. ولی اقتصاد ترکیه اقتصاد بزرگه، یعنی جزو جی 20 اقتصادش ظرف بزرگیه و این حالا جا داره برای پذیرش. بازم تاکید میکنم، ما فکر نکنیم چون ایرانیا میرن فقط ایرانیا، روسا هستن، عراقیا هستن، افغانیا هستن، سوریه‌ای ها هستن، اماراتی‌ها هستن، کویتی‌ها هستن، از عربستان، یعنی یه فضایی هستش که خیلی از کشورهای دیگه علاقه‌مندن تو این فضا باشن. منتها میگم ریسکش دیگه از دو تا بی داره میره به سمت یواش یواش دو تا بی منفی و ممکنه به بی مثبت هم برسه. این خیلی میتونه تعیین کننده باشه برای اقتصاد ترکیه. نمیشه پیشگویی کرد، ولی من اونقدر بدبین نیستم. باز اینجا دوتا بحث میشه، حسابای تجاری و کاری. یا مثلا یکی رفته یه خونه خریده، من احساس میکنم مثلا افتیو غیر با اونایی که رفتن خونه و هیچ کاری نداره. ولی اگر منظورت اینه که مثلا بیا تو سیستم بانکی فشار بیاره و این سیستم بانکی رو دوچار خلل بکنه، حد اقلش اینه که من فکر میکنم زمانی که ترامپ بود ترکیه با ایران داشت کار میکرد، الان هم که آقای بایدن هست و شرایط تسهیل شده، من به نظرم میرسه که اونقدر نتونه. چون ببینید اینجوری به شما بگم، همیشه توی اقتصاد جهان سوپاپای اطمینان رو همه رو دیگه با هم نمیبندن. منم فکر نمیکنم داریم به این سمت میریم که شرایط سخت‌تر بشه. ولی اگه منظور اینه که خب FATF مجبورش بکنه یه سری از حسابا رو، من فکر نمیکنم، یعنی حداقل به نظرم نمیرسه با شرایط الان این کارو بخواد انجام بده، مگر اینکه ممکنش یک سری حساب‌های خاص، یک شرکت های نهادی، گروه ها رو ببرن. به افراد حقیقی رو فکر نمی کنم. شما دارید در مورد میلیاردها دلاری صحبت می کنید که کشورهایی مثل ایران و عراق اینا همه
این مسیر سرمایه گذاریشون رو شیفت میکنن به کشوری با ریسک کمتر. و سیاست چون در ترکیه اقتصاد اولویته و نیاز شدید مثل ما نیستش که بگه ما نیاز نداریم، پول نفت داریم، میاد نیاز شدید داره و سالها اینو تمرین کرده، سالها این جذب سرمایه رو تمرین کرده و بهش نیاز داره، من احساس میکنم چنین تصمیمی رو نمیگیره. اقتصاد ترکیه از سال 2005 تا سال 2016 رشدی خیره کننده داشت. رویکرد اقتصادی حزب آکپه منجر به آغاز این روند شد، تا جایی که درآمد سرانه این کشور طی یک دهه دو برابر رشد کرد. با این حال از سال 2016 رویکرد سیاسی بر اقتصادی در این کشور غلبه پیدا کرد و تغییرات جدی در اقتصاد آن رخ داد. از زمان شیوع کرونا نیز اقتصاد همه کشورها به غیر از چین وارد دوره‌ای از رکود شد و دولت ترکیه در این دوره سیاست‌های پولی انبساطی در پیش گرفت. کارشناسان اقتصادی می‌گویند تصمیمات اشتباه اردوغان و تیمش باعث شده است که دستاوردهای اصلاحات اقتصادی در این کشور در معرض تهدیدی بزرگ قرار گیرد. اتفاقی که الان داره می‌افته در برای خیلی از فعالان تجاری، مردم عادی، چشم‌انداز اقتصادی کوتاه مدت تر شده. از دید سرمایه گذاران بین المللی هم دقیقا همین اتفاق داره میفته. ببینید ما یه سری مؤسسات داریم، مؤسسه مثل فیچ، مثل مودیز، مثل استاندارد اند پورز و مؤسسه‌ای که زیر نظر OECDه، سازمان همکاری، که اینها میان ریت میدن، رتبه بندی میکنن کشورها رو. OECD 7 مرتبه 1 تا 7 داره، خب اقتصاد ترکیه از پنج داره میره وارد شیش بشه، یعنی ریسکی. الان ترکیه تو 2B و داره میره پایین تر، یعنی میاد بین 2B منفی و B مثبت قرار گرفته، در صورتی که تریپل B یعنی نان اینوستمنت گرید، پایین تر از تریپل B یعنی نان اینوستمنت گرید. تریپل B یعنی، حالا میشه یه صحبتی در مورد سرمایه گذاری کرد، هر چقدر این رتبه میره پایین تر تأمین مالی بین المللی هم گرون تر میشه. هر چقدر این رتبه میره پایین تر، از اونور سرمایه گذار برای اینکه بیان سرمایه گذاری کنن بازده بیشتری رو طلب میکنن. این چرخه مشکلش اینه، در کوتاه مدت جبران نمیشه. دو رقمی شدن تورم از سال 2017 که پیش بینی میشود به بالاتر از 20% هم برسد، کاهشی شدن رشد در کنار نرخ بهره منفی و تورم بالا، سه برابر شدن نرخ برابری دلار به لیر در عرض 5 سال و روند افزایشی کسری بودجه و بدهی دولتی نشان از فاصله گرفتن اقتصاد این کشور از رونق سالهای ابتدایی قرن 21 دارد. آمارها حکایت از آن دارند که تولید ناخالص داخلی به دلار از سال 2013 روند کاهشی به خود گرفته و در سال 2020 هم به حدود 720 میلیارد دلار رسیده است. چیزی که اونجا الان دوچاره مشکل شده، تناقض بین سیاست انبساطی و رویکرد سیاست انقباضی که بانک مرکزی ترکیه میخواست اعمال بکنه، در صورتی که بر اساس فشارهای سیاسی سه تا رئیس کل تا الان عوض شده. تخمین زده می شود اقتصاد ترکیه به خاطر پتانسیل جمعیتی و ارزان بودن تولید تا 10 سال آینده ظرفیت رشد بالایی داشته باشد. کارشناسان معتقدند اتفاقی که امروز برای اقتصاد ترکیه رخ داده جنگ ارزش پول ملی است که در تمام دنیا در حال رخ دادن است. در حال حاضر از دید سرمایه گذاران جهانی روز به روز ریسک اقتصاد ترکیه بالاتر می رود و ورود جریان سرمایه گذاری به آن کندتر می شود. علاوه بر این باید ریسک های سیاسی را نیز در نظر گرفت، از جمله نزدیک شدن به انتخابات و تلاش احزاب مخالف برای برگزاری زودتر آن. با وجود این مشکلات، کارشناسان اقتصادی معتقدند که اقتصاد ترکیه پویاست و در میان کشورهای اطراف شریک تجاری خوبی محسوب می شود.